سلام با در یک نگاه در خدمت شما هستم ساعت دو بیس و بیست دقیقه بامداد روز پنجشنبه زمین لرزی به قدرت چار و همه درجه در مقیاس ریشتر در عمق ده کیلومتری زمین در قطور خوی به وقوع پیوست این زمین لرزه در شهرستان خوی نیز احساس شد تا کنون از میزان خسارات اطلاعاتی در دست نیست خاطر نشان می شود در چهارم اسفند ماه جاری نیز زمین لرزه‌ای در قطور خوی به وقوع پیوست که صدمات قابل توجهی به اماکن مسکونی در روسای بخش قطور و زراباد وارد کرد و همکنون مردم 43 روسای زده قطور بی سرپناه مانده و در چادرها سکونت دارند. علی ربی سخنگوی دولت آخوند روحانی اعتراف کرد در چهار بهمن نامه‌ای به رئیس جمهور درباره احتمال شیوع کرونا در ایران دادیم و در شش بهمن رئیس جمهور دستوراتی در این مورد دادن وی گفت بعد از اینکه فهمیدیم کرونا وارد ایران شده پروازهای ماهان از چین در زمینه انتقال بار ادامه پیدا کرد علی روی سخنگوی دولت آخوند روحانی به نقش جنایتکارانه رژیم در پنهانکاری و ارائه آمار غیرواقعی اعتراف کرد و گفت ممکن برخی از کاستی تو آمارا وجود داشته باشه ولی مردم اجازه بدن ما اونجا که یقین کردیم اعلام بکنیم ولی به هر حال این تعداد کشته هم جان باختگان هم هست الان ممکنه بیشتر هم باشه ولی ما در تست هامون بهش نرسیده باشیم روزنامه ایتالیای ایلفولیو نوشت در ایران تعداد جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا پنج برابر آماری است که رژیم ارائه می دهد. ایران بعد از چین و ایتالیا سومین شمار مبتلایان را به خود اختصاص داده است. همه می دانستند که ارقامی که رژیم ایران ارائه می کند بسیار پایین تر از ارقام واقعی هستند. این موضوع را تیمی از محققین دانشگاه تورنتو شامل متخصصین امراض مصری و ریاضیدانان در اواخر فوریه یعنی بهمن ماه مطرح کرده بودند. یورگ رئیس اتحادیه پلیس آلمان ضمن اعتراض به پروازهای کنترل نشده ایران ایر به آلمان خواستار جلوگیری از این پروازها شد. پروازهای ایران ایر به آلمان جنجال بزرگی در این کشور برانگیخته است. اکثر کشورهای اروپایی تا کنون فرودگاه خود را به روی پروازهای ایران ایر بستند. حتی شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتانزا از چند هفته پیش به ایران پرواز نمی کند. روبرت کوخ که مسئله مربوط به گسترش ویروس کرونا را در آلمان تحت نظر دارد از هفته ها پیش ایران را یکی از مهمترین مناطق خطر انتقال ویروس کرونا طبقه بندی کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد فرانسه روز سهشنبه در یک عمل بی سابقه در زمان صلح تردد تمامی شهروندانش را محدود کرد. وزیر دارایی برونو لمیر گفت فرانسه ممکن است شرکت های بزرگی را که بر اثر کرونا دچار مشکل مالی شده دولتی کند وی گفت که 75 میلیارد یورو را در یک اقدام فوری برای کمک به شرکت ها هزینه خواهد کرد مبلغی که اضافه بر 300 میلیارد یورو وام دولتی است مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی گفت اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی علیه باجخواهی رژیم ایران متحد باشد جهانی که نسبت به رفتار رژیم ایران نگران است تصور کنید اگر رژیم ایران سلاح اتمی داشته باشد چگونه با دنیا رفتار می کرد با سپاس از همراهتون از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه توجه کنید خدا نگهدار